شیرازی، تهیه کننده محمد علی جعفری، پخش امه جون. سلام امه جون. سلام الهی قربونت برم. خیلی نکنید، خیلی دلم برای تنگ شده. چرا امه جون؟ خب بیا بشین ببینم، حتما خیلی هم خسته ای. نه نه، من فکر نمی کردم به این زودی بیای. آخه امه جون امتحانم تموم شد، دیدم دیگه تهرون کاری ندارم، این شد که زودتر اومدم. خیلی خوب کردی اومدی، قدمت رو چشم. مرسی، ماشاءالله هزار ماشاءالله، هم بزرگ شدی هم خوشگل. متشکرم. مهربان، مهربان. بله، بیا ببین کی اومده. به به گرانک خانم، یا الله. سلام آقای مهربان. سلام دختر خوشگل، حالت خوبه؟ خیلی خوبه، حال شما چطوره؟ ای بد نیستم، الحمدلله سلامتی. بشین دخترم. خب تعریف کن ببینم از تهرون چه خبر؟ تموم شد؟ بله تموم شد، قبولم شدم، دیپلمم هم گرفتم. الهی شکر، خدا بیامرزه داداشم. خیلی آرزو داشت که ببینه دخترش بزرگ شده، دیپلمه شده. مادرت هم همین، خدا رحمتشون کنه. ولی بهتره راجع به چیزای دیگه حرف بزنیم. دختر تازه از راه رسیده، بذار خستگیش در بره. به جای این حرفا یه میوه چیزی بیار گلوشو تازه کنه. دخترم من باید دیگه برم به کارم برسم، تو هم اگه حوصلت سر میره میتونی خودت گردش کنی. خداحافظ دختر جون. خداحافظ. بهتون کمک کنم؟ تو خودتو خسته نکن، آخه من دیگه به این کارا عادت کردم. اصلا اجازه میدین من برم تو جنگل یه خورده قدم بزنم؟ آره قربونت برم، اتفاقا این طرفا منظره هاش خیلی قشنگ و دیدنیه. برو بس خودت بگرد، تو خونه حتما حوصلت سر میره. متشکرم عمه جون، فعلا خدافظ. اما مواظب باش زیاد دور نری. چشم. بلختی نازی نازی، نکشش رو خدا، نکشش، گناه داره. این که خنده نداره. چرا اتفاقا خیلی هم خنده داره. دختر برای گوسفندو که کسی شکار نمیکنه. ببینم تو کی هستی؟ اصلا تو به من چی کار داری؟ از کجا اومدی؟ لهجت که شباهتی به اهالی اینجا نداره. افتاد. همینجا داشتم میدویدم یهو دیدم یه پام کفش نداره. چرا یه مرتبه فرار کردی؟ نکنه از من ترسیدی؟ من که کاری نداشتم. اگه کفش پیدا نشه چیکار میکنه؟ شاید اون برهه برده باشه. آخه میدونی برهه اینجا عادت دارن لنگه کفش دخترهای ترسو و غریبه رو بخورن. من نه غریبه هستم نه ترسو. غریبه نیستی؟ پس چرا تو رو من قبلا اینجا ندیده بودم؟ کفش منو پیدا کن، یالا باید برم، دیرم میشه. بی خود تفره نرو، تو این محیط کوچیک خیلی راحت میشه فهمید که تو کی هست. کفش منو پیدا کن دیگه، اینقدر حرف نزن. اینه؟ بدش به من. میدونی موقعی که بچه بودم مادرم یه قصه برام میگفت. میگفت یه روزی تو جنگل یه شاهزادهی با دختر شاه پریون آشنا میشه. خیلی خوب بسته دیگه، نه تو شاهزاده ای نه من دختر شاه پریون. جیغ نکش، میخوام یه چیزی بهت یاد بدم. ولی من دلم نمیخواد چیزی یاد بگیرم. نه لازمه که یاد بگیری. وقتی یه نفر بهت یه خدمتی کرد ازش تشکر کن. حق با توی، خیلی خوب یادم نبود، ازت متشکرم. این شد یه حرفی.
ولی از کی تشکر میکنی؟ از تو که برام کفشمو پیدا کردی. اسمم چی؟ چی میدونم؟ تو که نگفتی. دلت میخواد اسمم یاد بگیری؟ اسمم بیژنه، ده ما اون طرف جنگله. ولی تو که دهاتی نیستی. تابستونم یه میجا، پدرم مالک اون آبادی. از آشناییت خوشحالم. من دختر یه مالک نیستم، ولی اسمم فرانکه. فرانک خیلی اسم قشنگیه. خداحافظ. کجا بود؟ به هوای تخم قرقاول رفت بود وسط جنگل، ولی بالاخره پیداش کردم. خیلی وقت که رفتی؟ شما که اینجا بیکار نبودین. الان 10 دقیقه میشه که برگشتم. شیمی رو نگه داشته بودم که مزاحمتون نشه. آخه با اون دختره داشتین. ما حرف میزدیم. آره میدیدم حرف میزنیم. من که منظور دیگه ای نداشتم. ولی از کارهای خدا قربونش برم خندم میگیره. چطور مگه؟ آخه امسال که پروین خانم رفتن لندن، خدا نخواست که شما تنها باشین. این شد که گشت و گشت و گشت تا زد پس گردن این دختره، صاف فرستادش وسط این جنگل. فعلا تا پروین خانم بیاد شما سرتون گرمه. اتفاقا برعکس، من زیاد ازش خوشم نیومد. از اون دخترایی که من میخوام نیست. خیلی ساده است، مثل بچه ها میمونه. سلام امیشو. سلام. چی شده؟ مگه کسی عقب سرت کرده؟ نه نه، من داشتم میرفتم بالا تو اتاق خودم. خب کجا رفتی؟ بیا بشین تعریف کن. خیلی خب، چشم، همین الان میام براتون میگم. بایستا ببینم لنگ کفش تو کجا جا گذاشتی؟ چیزی نیست امی جون، اتفاقا همین الان خودم میخواستم براتون بگم. پس بگو چرا اینطور با عجله داشتی میرفتی تو اتاقت؟ به جون شما تو این نشده. ببینید، داشتم میامدم کفشم گیر کرد، به پل افتاد تو رودخونه. گفتی پل؟ مگه رفته بودی اون بره رودخونه؟ من که گفتم زیاد دور نرو. خیلی خوب، حالا برو کفشتو عوض کن، بیا پایین یه چای بخور تا خستگی در بره. چشم. خوشحالم که میبینم. مشروب؟ نه مرسی، من نمیخوام.
دنبال چی میگردی؟ مگه بازم چیزی گم کردی؟ زغالخته رو شکاریش کردی؟ زغالخته؟ آه یادم اومد، جاش راحته، دادم بردنش تو ویلا ازش نگهداری کنه. مگه پدر مادر نداری؟ نه، آخه مادرشو کشتن، باید با پسونک شیر بهش بدن. تو چرا حیوانا رو میکشی؟ من نکشتمش، سر اونو بریدم. مادر زغالخته رو نمیگم، منظورم حیوانای دیگه است که با تیر میزنی. چرا این کارو میکنی؟ خب این که عیبی نداره، حیوانا واسه این هستن که بکشیمشون بعدم بخوریم. ولی آخه گناهه، فکرمشون زن دارن، شوهر دارن، بچه و خونه زندگی دارن. اگه یکی از اونا شب پیش بچهش برنگردی میدونی چی میشه؟ گفتی زن و بچه دارن، چه بامزه. ببینم تو با این قد و هیکل با اون سینه های برجسته راستی عقلت نمیرسه یا خودت زبیل بچگی؟ چرا جواب نمیدی؟ کجای حرف من خنده داشت که تو میخندیدی؟ آخه زن و شوهری مال آدم هست، حیوانا نر و ماده دارن. خیلی خوب، این که خنده نداشت. خب حالا چرا وایستادی؟ بشین بشین اینجا، میخوام باهات حرف بزنم. لابا تو نمیدونی که زن و مرد چه رابطه ای دارن ها؟ نمیخوام بدونم، برام مهم نیست. اتفاقا خوبه، بیا یاد بگیرم. بچیس فرانک، وایستا، کارو دارم. نرو، میخوام باهات حرف بزنم. اومدی؟ آره امیر جون. میدونستم بادم جون دوست داری، میخوام شام خورشت بادم جون درست. مرسی، زحمت کشیدین. ولی من امشب شام نمیخورم، نمیدونم چرا، اصلا اشتها ندارم. چرا مادر جون؟ نکنه مریض باشی؟ نه امیر جون، حالم خوبه، فقط یه کمی خستم. اون مردی نیست که تو رو دوست داشته باشه، دیگه به دیدنش نرو. که منو دوست داشته باشه دنبالم میگردی، میاد اینجا. خدایا اون منو دوست داری؟ دیدار من میاد اونجا. خب بشین تعریف کن ببینم دخترم بهت خوش گذشت؟ ایه بد نبودم میجون، ولی من ده و جنگل رو به کنار دریا ترجیح میدم. تمام این مدت همش اصرار میکرد که زودتر برگردیم، گویا دلش برای عمه جونش تنگ شده بود. راستی عمه جون، من اینو برای شما خریدم. قربون دخترم برم الهی. راستی دیروز بیژن خان اومده بود با شما کار داشت. پسر آقا رحیم آقا؟ بله، بهش گفتم شما رفتیم مسافرت. فکر میکنم کار مهمی نداشت، ولی گفت که بازم به دیدنتون میاد. اون بره کوچولو هم اون آورد. خوبه دیگه، با همون یه بره شروع میکنیم به پرورش گوسفند و سر یه سال میلیونر میشیم. نه بابا، میلیونری به ما نمیاد. این هدیه بیژن، هدیه عشق بیژن. بیژن تو رو دوست داره فرانک. Thank you.
چرا این کارو کردی بیش؟ تو نمیخواستی؟ اگه بفهمم؟ هیچ کس نمیفهم. مادرمو میفرستم خواست کاری. بهت قول. ولی آخی حالا دیگه بخ. اینجا هم پیدا نمیشه، فرستادم از رشت بخرم. من فکر میکنم با خرجایی که این تراکتور رو دست ما گذاشته میتونستیم یه تراکتور نو بخریم. چه عرض کنم قربان. خیلی خوب بگذاریم، امروز یه نامه از پروین داشتم. چشم شما روشن قربان. کی تشریف میاره؟ نوشته تو ماه آینده میاد. بده اتاقای بالا رو رنگ کنه. ضمناً ببین مبلمانش چه کم و کسری داره، بفرست از تهران بیاره. چش قربان. دقت کن خیلی با سلیقه باشه. میدونی که پروین خیلی ایرادگیره. شبای خیلی بدی رو میگذرم، همش گریه میکنم. چرا گریه میکنی؟ برای من؟ برای تو نه، برای خودم. اون چه کاری بود که کردیم؟ میترسم بیجون، خیلی میترسم. نترس عزیزم، وقتی عروسی کردیم این شبها با ناراحتیش به کلی از بین میره. آخه پس کی؟ تو که همش حرف میزنی. یه خوردم به فکر من باش. من همیشه به فکر تو هستم عزیزم. راست میگم بیشن، تو وضع منو در نظر نمیگیری. الان دو ماهی که تو داری به من وعده میدی. اگه این وضع ادامه پیدا بکنه همه میفهمن که من حامله هستم. باور کن که من آدم بدقولی نیستم. از اینا گذشته، من تو رو دوست دارم. فقط تو این مدت یه کمی گرفتار بودم، ولی حالا دیگه کارم تموم شده. 100% بهت قول میدم. پس کی بیشن؟ کی هم میخوری؟ یه جوری میشه. مگه ویار داری دختر؟ حالت به هم خورده؟ حتما هلهوله زیاد کردی، باید خیلی مراقب باشی. اینجا وضع حکیم دوا مثل تهرون نیست دختر جون. بابا چیت شده فرانک؟ نمیدونم من میجون، رفتم نون بیارم روی نون بیوت، حالمو به هم زد. یعنی چه؟ این حرفا چی؟ روی نون حالتو به هم زد؟ از این بر آلوچه میمیکی از... سلام پروین خانم. سلام روح‌الله خان، حالت چطوره؟ به مرحمتتون بد نیستم، خیلی خیلی خوش اومدیم. سلام خانم. سلام. حتما بیژن خان خیلی خوشحال میشن بفهمن شما تشریف آوردید. مگه بیژن کجاست؟ همین جان، خوابنده. فاتی بود برو بیدار. نه سب کن فاتی، من خودم میرم پلوش بیدارش میکنم. ماشاءالله پروین خانم، خیلی خوب چمدونا رو برده ببر، بعد کارات داره. زود باش. عزیزم
کرد. بله امی جون. چقدر تنها تو اتاق میمونی؟ بیا بیرون یه خورده هوا بخور. بشین سالادو درست کن تا من برم سفره رو بیارم. الان دیگه مهرمان پیدا. اجازه بدین من برم بیارم. نه، میترسم دوباره بوی نون حالتو به هم بزنه. ببینم رنگ روتم که پریده. نه چیزی نیست امی جون. مثل اینکه واقعا حالت خوب نیست. نکنه دختر مریض بشه کار دستمون بدی. من حالم خوبه امی جون، خودتون ناراحت نکن. امروز با مهربان راجع به تو صحبت میکردم، اونم عقیدش اینه که تو رو ببرن پیش دکتر. من که گفتم حالم خوبه، چرا دستی دستی میخواین منو مریض کنی؟ یه دکتر رفتن که ضرری نداره، اگرم چیزی باشه بهتره که زودتر جلوشو بگیره. ولی من حاضر نیستم خودمو به دکتر نشون بدم. ببین دختر جون، تو نباید چیزی رو از من پنهون کنی. من دیگه جای مادر تو هستم. اگه ناراحتی داری یا درد دلی داری بهتره به من بگی. هر چی باشه من دو تا پیرهن بیشتر از تو پاره کردم، بالاخره منم یه چیزای سرم میشه. چی میخواین بگین عمه جون؟ منظورتون رو نمیفهمم. دختر نمیخواد منو رنگ کنی. یه دفعه دیگه هم خواستم ببرم دکتر قبول نکردی. اینطور که پیداست تو از دکتر میترسی. به خدا دلم خبر میداد، میدونستم یک کاسه زیر نیم کاسه است. حالا چی کار کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ دیگه جلوی تمام اهل ده آبرون رو که داری شورشو در میارین، دیگه دارین همه چیز رو از حد خارج میکنین. من اصلا نمیدونم شما راجع به چی حرف میزنید. یعنی تو نمیدونی؟ من که نمیدونم. مدتیه که وضعی خونه یه جور دیگه شده، واسه اینکه تو یه جور دیگه شدی. مگه من چنجوری شدم؟ آبستن شدی. یادته من دیگه سر پیری این چیزا رو خوب میفهمم. بافلویه چی از جون من میخوای؟ حواست کجاست دختر؟ خودتو به کشتن میدادی. چی میخوایم چی سراسیم اومدی اینجا؟ اومدم بیژنو ببینم. بیژن خان منزل نیستن. پس من منتظر میشم تا برگرد. نه خیر، موندنت اینجا بیفایده است. اگه میخوای اونو ببینی بهتره بری تهرون. چرا تهرون؟ اون که تا دیروز اینجا بود. با نامزدشون رفتن برای تدارک عروسی.
دخترم ای دیمونه شدی؟ این چه کاری بود چه کردی؟ میخواستم خودم از بین ببرم. فکر نکردی با این کارت ما رو مبه میبری؟ تا میبرم ثابت بکنم که تو خودت انداختی زیر ماشین باید چند سالی تو اول افتونی میموندم. معذرت میخوام، حق با شماست، ولی دست خودم خب ببینم حالا واسه چی میخواستی خودتو بکشی؟ شما که ماشالله هزار ماشالله هم جوونی هم خوشگه، از سروستم پیداست که آدم فقیر بیچاره نیستی. بیچارگی و بدبختی به لباس نیست. کیشی بدونی میشه از زندگیش راضی باشه. خب این خونتون همین کم حالا بازه حفات بیان برسونه به متشکرم. من جایی رو ندارم که برم، کسی هم ندارم که منتظرم باشه. من دیگه حالا تنها هستم. اینطور که پیداست پارک زدی به سیما آخر، من میشه آدم که تو کار نشته باشه. الان حتما واسه دل و پس شدم. بیا بیا ببرم خونم. بیا یه دفعه که گفتم من کسی رو ندارم، تو هم اگه خیلی دلت به حال من میسوزی منو به خودت ببر. به کجا ببرم؟ نمیدونم، هر جا که شد، فقط منو از اینجا ببر، کجاش مطرح نیست. من نمیتونم شما رو با خودم ببرم، این کامیون ماشین سواری کنی. خواهش میکنم. خیلی خب بپر بالا بیان وسط جاده بده، زود باش. تو بپر بالا سوار شو. هش کس و کاری رو داری؟ نه، من که یه دفعه گفتم هیچ کس رو ندارم. این دیگه خیلی خنده داره. پا باز چی میخوای بری رهش؟ خودم هم نمیدونم، همینطوری. اکی، من چقدر خنگم. پا تو داری فرار میکنی؟ آره. ببین آبجی، ما نوکرتی، ما رو ننده تو هچه. غلط نکنم تو حتما یه دستگلی آب دادی، نکنه دوزی موزی کردی. به خدا نه، من دوز نیستم. باشه، اما بهتره پشی با یه ماشین دیگه بری. من حوصله ندارم خودم تو هچل بندازم. میام سوار کنی اول جوونی کباب میشه. لا 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 لا. یا حسن گابی، تو این خط همه منو میشناسن. 6 سالی که تصدیق یک دارم. چرا بهتون میگن حسن گابی؟ حسن گابی نه، گابی. حسن گابی. خیلی خوب، حسن گابی. آخه پیش از اینا تو معاملات خرید فروش گاب بودم. خوشگل پول در می آوردم، ولی امان از رفیق بعد. بچه‌ها نهشتن سر از سامون بگیرم. تو آبادان خاطرخواهی یه رقاصه شدم. هر چی داشتم دوخته کردم. حتی کامیونم هم گوشم رو زیفه. شدم اینو آم. انگوش لیسیده.
شوفر خوب لب اینش پرخند آج زیر چشی زولف و ریگا خش بخو جونا این هم دختره کم سن و ساله تیکه خوبیه اصلا از آبه پول داره تر تنگه شما بطور میزنه دوسته ما دیگه تو خیابونه ای رشت بله میشه اون وقت دست ما هم بهش میرسه فعلا افادهش دست بلاد بدن اصلا آقا خرش بده تا بعد نوبت ما تو زن داری؟ ای بابا زن رو میخوام چیکار آدمی مثل من نباز زن بگیره از یه ما که 30 روزه 29 روز و نصفیشو تو بیابونا سرگردونم زن که این حرفا رو نیفهمه دلش میخواست شوهرش وره دلش باشه آخه بنده خدا از تنهایی و سوت و کوری دق میکنه بالاخره اونم بشره این که حسنه سر میره فرشتم که باشه یه وقت زبونم لال ممکنه هوایی بشه آره راستش این کامیون حالا شده مثل زن من چند ساله که عقدش کردم میدونی نه پاپیچم میشه نه توقعی ازم داره شب و روزم تو بیابون با همه بهم خیانت نمیکنه دروغم بهم نمیگه تازه خرجم هم میده اختیارش هم دست خودمه خدایی نکرده بخواد انحرافی به چپ یا به راست داشته باشه چی میکنم رو ترمز عیبی داره نه عیبی نداره عوضش یه ننه دارم که مثل یه فرشته است شب و روز تو کار نماز و روزه است 24 ساعت دعا میکنه که من خدایی نکرده تو در مرا پرد نشم آخه من یکیه دونم عزیزه دونم خوش دونم خب دیگه چای جوش رو برش رو خود اینقدر خودتو ناراحت نکن یک کمی حوصله کن تا من ببینم چی کار میشه کرد همش تقصیر من بود اگه من به پر و پاش نمی پیچیدم دختر فراری نمی شد حالا هم می ترسم خدایی نکرده بله می سر خودش آورده باشه اگه خودشو کشته بود تا حالا اثری ازش به دست می اومد حتما کاری کرده که خجالت می کشه بیاد اینجا شایدم برگشته تهران اصلا به دلم برات شده که دیگه اونو نمی بینم دختر بیچاره ایم با اینو بگو الان یه بچه تو شکم داره حالا می فهمی برای چی می خواستم خودم از بین ببرم برای اینکه دیگه نمی تونستم اونجا برم حالا این ناکس کی بود؟ می خواستی بری عدستش آرز بشی اقلی کم آبروشو می بردی خودم چی؟ اون وقت همه منو می شناختم آبروی خودم هم می رفت گذشته از این من اونو دوست دارم هرچی باشه پدر بچه همه دلم نمی خواد صدمه ای بهش بخور خب اگه عشقت نگی اسمش نبود من 24 ساعت تو این خط کار میکنم همین کمال آباده که دیدی تیکه و تیکشو میشتستم اگه بخوای میرم سرگوشی آب میدم و وضعیتو درست میکنم اینی که تو میگی نمیتونه کار این دعاتیا باشه کار کار جیگون میگلای ترونه نه این تن میمیره راست نمیگم دلو بده یک همون جیگونه بولت نزده بله من اون گل خوردم متاسفانه منم متاسفم واسه اینکه مجبورم دم پاسکا پیادت کنم این طوری هم به من نگاه نکن هیچ فایده نداره من خر نمیشم این طوری که تو تعریف میکنی هر کی به تو کمک کنه بی برو برگرد گرفتار میشه هر کاری دلت میخواد بکن من دیگه به تو التماس نمیکنم آخه خیلی خطرناکه اگه من تو رو ببرم رشت تو سر و همسر انگوش نما میشم مردم منتظرم پشت سر آدم حرف بزنم و علاوه ممکنه تو راه بعدی رو پیش میگیری باشه پیاده میشم تو همین جام که من آوردی ازت ممنونم ولی قول میدم این آخرین دفعه ای باشه که گول مردی رو خوردم میرم کلفتی میکنم بچه‌مو بزرگ میکنم ولی دیگه به صورت هیچ مردی نگاه نمیکنم خب خیلی خب اخماتو واکو میبرم خونه خودم پیش ننم قول میدم مثل دختر بیچاره مادرم اگه زنده بود از قصه دقیقون بهتر که نیست ببینه دختر روزی افتاده کاری که نواز بشه شده بهتره که دیگه فکرشم نکنی حالا باز باست آیندت فکر بکنی که کار از اینی که خرابتر نشه آره مادر حسن راست بگی قصه نخور خلاصش برانک اینجا مثل خونه خواهیته بهتره که همه چی رو فراموش بکنی یه تیکه نون خدا میرسونه با هم میجوییم و قورتش میدیم
شما خیلی خوب و مهربونی. البته. ولی میترسم برای شما درد سر درست کنم. چه درد سری نانی؟ نمیخواد با تعارفتی که پاره بکنی. اگه سوارت نکرده بودم هیچ مسئولیتی نداشتم. ولی حالا کلی فرق میکنه. دیگه حرفش هم نزا بسه. اصلا میگم چطوره بچه رو بندازه. چی داری میگی ننه؟ صدق جانی این کار معصیت داره. فقط خداست که جون میده و خوشم پس میگیره. ما حق نداریم تو کارهای خودت دخالت بکنیم. استغفرالله. تو چرا این حرفو میزنی پیروزم؟ آره مادر راست میگی. من اصلا حواس ندارم. خیلی خوب دیگه اختلاط مختلاط بحثه. غذاتو بخور یخ جان. ننه تو هم حسیان خود نبتارم بخور جون. ای وای مادر جون چرا اینقدر سبک سنگین میکنی؟ تو دیگه پا به ماهی که وقت خدای نکرده کار دست خودت میدی. باید مواظب به خودت باشی. آخه مادر جون شما خسته میشین. نمیشه که همه ای کارا رو شما ای بکنی. ای مادر آدمی زاد به کار زنده است. سلامتی باشه. آره فرانک با جامتونم که جامه. سلام علیکم. سلام. بیشیم باک ما از این حرفا نداریم. سلام قربون مادر خودم برم. چطور متوری؟ حالت که خوب الحمدلله. آره الحمدلله. بیا ننه اینم چادری که میخواستی. کدری اصله. دستت درد نکنه مادر. خیلی گشتم تو پیداش کردم. خوب پارچه ایه. اومدی فکر میشه دیگه قرار نبود نفرینو میکنی بابا. مثل این که دیگه از من سیر شدی و میخوای منو درک کنی. خوبه خوبه. تو از لودگی دست بر نمیداری. برم برات غذا بیارم. آره منم گشنمه. راستی اینم واسه تو آوردم. ببین خوشت میاد. من دیگه بهتر از این بلد نبودم. متشکرم. قابلی نداره. خب دیگه خیلی قشنگی. خوشحالم که سالم برگشت. قربونه تو. منم خوشحالم که شما رو سالم میبینم. مثل که این مسافر خیال نداره وارد بشه. نکنه جا خوش کرده. بالاخره نمیخوای بگی باعث بانی این کار چیه؟ شما چرا اینقدر اصرار دارین اونو بشناسی؟ والا هیچی هیچ. فقط میخوام بگم بالاخره این بچه پدر میخواد. درسته. من ازت ممنونم که دائم به فکر من هستی. اما بهتره که اونو فراموش کنی. فایده نداره. چی بگم والا میل خودته. ولی بالاخره از زیر سنگم که شده من پیداش میکنم. پس جنوبالی با من عروسی کردی فقط به خاطر بچه؟ این چه حرفیه میزنی عزیزم؟ لازمه یه زناشویی بچه دار شدنه. این قانون طبیعته. پس میفرمایید بنده ماشین جوجه کشی هستم؟ بله؟ درسانی از کجا که بس خود تو نباشه جونم. حتما تو بچت نمیشه. من بچم نمیشه؟ من مطمئنم. یعنی منظورم اینه که میدونم عیبی ندارم. برای اینکه این تو هستی که با خوردن قرص و اینجور چیزا نمیذاری حامله بشی. این دیگه خیلی خنده داره. چیزای تازه میشنوم. ابدا تازگی نداره. چون این موضوعیه که به غیر از من همه از اون خبر دارن. خبر دارن که داشتی باشن. حالا میگه چیکار کنم؟ خیلی مسخره است. من که شوهر تو هستم باید اینو از روح الله خان بشنوم. روح الله خان؟ بله. کافیه یه چیزی به فاطی بگی تا تمام اهالی از اون باخبر بشن. حالا میگه چی؟ من چیزی رو که دوست ندارم از گفتنشم ترس و واهمه ای ندارم. من بچه نمیخوام. میفهمی نمیخوام بچه دار بشم. مخصوصا از تو نمیخوام. نه بیشه. نه اونی که میخواستم بالاخره فهمیده. حالا میدونم سراغ کی باید برم. سلام. میبینم بیژن خان شمایی؟ بله. کاری داشتین؟
والا گرد و کلو خلاصه فرانک فارغ شد یه پسر نمیفهمم فرانک فارغ شد یعنی چی؟ میدونی چی میگم من همشی رو خوب میدونم نمیخواد واسه من تیارت دراری خلاصه من نیومدم اینجا دعوا مرافع را بندازم میخوام میونه شما رو جوش بدم بهتره که با هم عروسی کنی با یه بچه در میونه بالاخره اونم پدر میخواد هم تو جرخی که نمیشه نمیدونم چی میخوای بگی بابا ای والا پتال یاسین میخوندم هیچ به قیافت نمیاد اینقدر عوضی باشی نامرد عوضی خیلی خوب اصلا به تو چه مربوطه که تو این کارا دخالت میکنی یواش دنده پنجه از زیر چرخ نیفتی تو در قرار نبود جوش بیاری یه دفعه گفتم من نیومدم اینجا دعوا مرافع کنم ای تو انسونی اخترت میشه باهات بفهمی بابا آبروی یه دختر در خطره فرانکو میگم شیرفهم شد نه جونمود خوشم اومد میبینم که اصلا آشا نمی کنی خلاصه تو این دختره رو خیلی ناراحت کردی تو الان هر چی بوده گذشته ولی از حالا به بعد یه چیز این میونه کمه اونم بابای بچه تو داری بیشتر از حد خودت حرف میزنی من زن دارم این کسی رم که میگه اصلا نمیشناسم گذشته از اینا تو چی کاره ای که داری به من دستور میدی زود از اینجا برو اینا چه این رو تو برم بادمون این با خیلی پر روی خب چه گفتی تو زن داری ها فرانک هم نمیشناسی خوبه لابد میخوای بگی بچه هم مال تو نی شستیرم چون این کشیم بوده بیا ما میگن حسن گابی چهل تو گاب و حریف هم تو که یکی هستی خوب گوشاتو واکم این چی میگن قوز مید تو رو چه اصله کشیدن تو مرد نیستی تو فقط بلیدی دخترهای معصوم و بیگونه رو تنه بیانی اینجا توی خراب شده جایی که فریادشون به گوشه هیچ تنابنده ای نرسه حالا صدا تو هیچ کس نمیشتفه هرچی دلت میخواد داد بزن فریاد بزن هوارای کش صدا تو جاره از این عمله پشیمون بشه باز که داری بزبز میکنی این مردی بی جلو بی جلو همیشه نمیتونی در بدی بالاخره باید تواز پس بدی این بچه هم بزرگ میشه بالاخره اونم که خدایی داره گندشو رو با ماشالله مادر کجاست؟ گفت یه وقت میرم خونه سغرا خانم زود بر میگردم میخوای برم دنبالش؟ نه کاریش نشته باش خودش میاد خب حال مالت خوبه؟ ای خودتو شیک و پی کردی؟ متشکرم برای بولوس نه این که مال خیلی وقت پیشه یه دست اول بگو ولی برا من همیشه تازه است بیا اینم واسه آقا رضا آوردم راستی میخوام یه چیزی رو وسط بگم تو آرام صبر کردم که تو حالت خوب بشه آن ممکنه این حرف من خوشت نیاد یا ناراحت بشی ولی بالاخره باید بهت بگم چاره ای نیست باز بفهمی وقتی تو بیمارستان بودی من رفتم سراغ بیژن خودت اسمشو گفتی وقتی که بچه به دنیا اومد اصلا حالیت هم نبود رفتم پلوش که باش حرف بزنم ازش خواهش بکنم التماسش کنم یا اینکه تهدیدش کنم برای چی؟ واسه اینکه با تو عروسی بکنه آخه چند دفعه بگم این بچه سرپرست میخواد بابا میخواد دیدمش رفته بود آخه میدونی چیه؟ من دلم نمیخواد ناراحتت بکنم خلاصه فهمیدم که بیژن زن گرفته اینو میدونستم پس رو به من نمیگفتی؟ لزومی نداشت بگم ولی اینو نمیدونی که رفته خارجه واسه همیشه تمام املاکش هم آب کرده نه باور کن راست میگم ببین فرانک تو تا کی میخوای خودتو علاف این مرد بکنی؟ دیگه هیچ فایده نداره من بی خودی که پیله نمی کنم میخواستم میونه شما رو جوش بدم ولی حالا خودم میگم که باز فکرش از تو کلت بیرون بکنی باید به فکر آتیه خودتون این بچه طفل معصومت باشی چطوری؟ مثلا
شوهر کن. کدوم مردی حاضر بشه گذشته منو ندیده بگیره؟ بچه همون مثل بچه خودش بدونه. اگه کسی تو رو دوست داشته باشه همه چیز تو قبول میکنه، به شرطی که بدونه تو هم دوستش داری. باور نمیکنی؟ نه، برای اینکه همیشه باید با ترس و نگرانی زندگی کنم. آخه چرا؟ ترس واسه چی؟ ترس از اینکه یه روزی گذشته منو به یادم بیاره. این زندگی رو برام تلخ. نه، من نمیتونم یه عمر با دلهوره و دلواپسی زندگی کنم. همه مردا که برن. برمی باز میخوای کجا بری؟ امشب دوستان میان اینجا، باید برم خرید. مگه قرار نبود امشب شام خونه پدرم باشی؟ میبینی که نمیتونم بیام، تو خودت تنها برو. پروین خواهش میکنم، تو که عموتو میشناسی، میدونی چه اخلاقی داره، بهش بر میخوره. خب بر بخوره، زور زورکی نمیشه. تو دیگه شورشو در آوردی. این پارتی تا کی میخواد ادامه پیدا کنه؟ یه خودم به فکر من باش. تو هیچ به فکر من بودی؟ وقتی که شکار میری و خونه نمیری فکر منو میکنی؟ مگه من جغد هستم؟ مگه اسیر آوردی؟ پروین منو مجبور نکن که شدت عمل نشون بدم. لطفا هر کاری از دستت برمیاد کوتاهی نکن. پروین خوابت میاد مادر؟ آره. خب من میرم رضا رو بخوابونم. برو مادر، خودت هم خسته. شب بخیر. شب و روزت بخیر. ازش نمیذاره من دست به سیاه و سفید بذارم. آخه مادر نمیخواد زیر دین باشه، سعی میکنه یه جوری تلافی بکنه. تو بخواب تا من برم بهبه تو بیارم. فرانش بهت گفت که من بیژن رو دیدم؟ آره ننه، یه چیزایی گفت. من به فرانش دروغی گفتم بیژن رفته مسافرت. اون زن گرفته ولی مسافرت نرفته. من رفتم دیدمش، باشم حرف زدم، اما میدونی اون نامرد چی کار کرد؟ تو رو منم واسطاد، اصلا منکر همه چی شد. خب تو چرا به فرانک دروغ گفتی؟ آخه دیدم تفلکی شب و روز فکر و ذکرش پیش این مردی کرد. دیدم خودشو داره واسه خاطر این مرد ناجنس تا به میبره. گفتم شاید اینطوری ازش قطع امید بکنه و بره دنبال یه زندگی دیگه. آخرش چی ننه؟ فرانک نمیتونه همیشه تو این خونه بمونه. مردم هزار جور حرف میزن. من که به تو چیزی نگفتم، اما این در همسایه نمیدونه که چیا میگن. ای بابا فعلم کن ننه، باز رو دست خوردی. مردم خوششون میاد بیچار بگن، در دهنشون که نمیشه بر. آخه من باید به فکر آبروی خودمون باشی. آخه من نمیدونم این مردم چرا اینقدر فضولن. چه چیزی بهشون که به کار مردم چیکار داریم؟ این زن که آزارش به کسی نمیرسه، تفته که سرش تو لاک خودشه. عجیبا غریبا، اصلا اگه یکی هم بخواد با نجابت زندگی بکنه مردم نمیذارن. ولی بالاخره زن باید آقا مانو سر داشته باشه. خب اگه تو اینقدر دوستش داری چرا باهاش عروسی نمیکنی؟ اومدیم زیر ابروشو بردانی به کلی زنی کورش کردی. نه نه، حواست کجاست؟ با من که نگفتم فرانک دختر بدیه، با اون خدایی که میپرستم نه، به مولا دختر پاکیه. اما من اونو طور دیگه ای دوست دارم، مثل یه خواهر. من که عقلم به جای قد نمیده باشم. قربون تو برم لایگی سفید من، تو عقلت به همه چی قد میده. فقط بعضی وقتا میخوای سر به سر من بذاری و دست و بالمو بند کنی. اما من اتونش نیستم. نه، محبت های شما پرده جلوی چشم من کشیده بود که جز مهربانی های شما هیچ چیز رو نمیدیدم. خدا رو شکر که همه چیز رو فهمیدم و چشم من باز شد. من نمیبایست باعث میشدم که نام نیک شما با بدگویی های مردم لکه دار بشه، چون اگر کسی سزاوار بدنام شدن هست منم. من با گریه و عشق خانه پر از مهربانی شما رو ترک میکنم. برای من دعا کنین که خداوند کمکم کنه. کسی که هرگز انسانیت شما رو فراموش نمی کنه. چی نوشته مادر؟ چی میخوای نوشته باشه؟ دختر معصوم خیال کرده تو این خونه زیادیه. ما که چیزی بهش نگفتیم، لابد یه جای بهتر گیر آورده. این چه حرفی میزنی ننه؟ کجا میتونه بره؟ تو رشت جایی رو نداره. من باید برم دنبالش پیداش کنم. وجدانم قبول نمی کنه همینطوری تو این شهر ولش کنم. خدایا خداوندا، تنهایی فقط به تو برازنده است و بس. یه نظر لطفی به این پیر مرد تنها بفرما. چرا نباید من فرزندای خلف داشته باشم که این آخر عمری عصای دست من باشم؟ چیه دختر جون؟
به چی فکر میکنی؟ من این برخورد رو به فال نیک میگیرم. میتونم ازت سوال کنم؟ دلت میخواد گرفتاری تو برای من بگی؟ بگو دخترم، بگو بگو، شاید من بتونم برات کاری انجام بدم. خودم هستم و این بچه تو این دنیا هیچ کس رو ندارم. منم تنها هستم دختر جون، این که چیز استثنایی نیست. ولی من باید بچه رو بزرگ کنم از روح صحیح. کمک منو قبول میکنی؟ یعنی تو حاضری به من کمک کنی؟ ببین، من دیگه پیر شدم، احتیاج به یه پرستار دلسوز و مهربان دارم. اگه راضی بشی از من پرستاری کنی، میتونی مطمئن باشی که بچت از راه صحیح تربیت میشه. واسه کلفتی؟ مؤدب باش، به تو حرف زدنی یاد ندادن؟ من پرستار آقا هستم. بیا دخترم، باید همین جای خونه رو نشونت بدم. اینجا و هم ماستر کیسه کنه. چه تو مگه؟ اینجور که پیداست طرف خیلی سنبش برزوره. بله. همینطور که میبینی خونه من بزرگه، اتاق زیاده، وسیله هم زیاده، همه چیز هست، فقط کسی نیست که اینجا رو اداره بکنه. بشین دختر جون، بیا بشین اینجا. تو رو برای این میخوام که واسه این خونه سرپرست باشی، ضمناً از منم پرستاری کنی. توی چشمات میخونم که چه سوالی میخوای بکنی. بله، من زن و فرزند داشتم، حرام دارم. البته زنم خیلی ساله که مرده، ولی بچه هم زندن. سهم ارث اونا رو دادم رفتن، رفتن پی کارشون. یه دخترم تو آمریکا تحصیل میکنه، اون یکم که شوهر داره انگلستانه. دو تا پسرام هم با هم شریک هستن، کاروبارشون هم خیلی خوبه. فقط من یه نفر تنها هستم، آشپز، باغبون، نوکر دارم، اما این پدر سوخته ها وظیفه خودشون انجام نمیدن. برای اینکه کسی بالا سرشون نیرو میذارم برای تو که شب و نصف شب به دادم برسی. یه وقت ممکنه قلبم بگیره. خب حالا دیگه برو کارتو شروع کن. اسم چی؟ به من میگن داشقلوم. داشقلوم یعنی چی؟ قلام وقتی باهات دارم حرف میزنم بلند شو وایسا. من اینجا باغبونم خانم. خب اگه باغبونی اینجا ساختمون چیکار میکنی؟ از فردا که من اینجا هستم حق نداری پاتو اینجا بذاری. میفهمی؟ هر وقتم کاری باهات داشتم صدات میکن. عشق پرشکوهی که منو تو در انگلیم داشتی هرگز فراموش نمیشه. ازدواج با بیژن اشتباه بود، گرچه تصمیم قاطع داشتم که خوشبختی رو کنار اون حس کنم، ولی فکر تو همیشه مانع میشد. شاید اونم در فکر کس دیگه ای هست، چون همیشه سعی میکنه از من دور باشه. عزیزم، من هر لحظه در این فکرم که خودم از این زندگی نجات بدم. عشق پرشکوهی که منو تو در انگلستان داشتی و از این زندگی نجات بودم. ازدواج با بیژن اشتباه، ازدواج با بیژن اشتباه، اشتباه، اشتباه. هر وقت خودم میگم که خودم رو از این زندگی نجات بدم. زود برگشتی. خواهی نکردی.
هم میای خونه یا تو فکر میری یا به حسابات میرسی. هیچ فکر نکرده که زن شوهر میخواد؟ تو نمیتونی با حرفا خودت رو تبرئه کنی. من دیگه احتیاجی ندارم که با تو زندگی کنم. حالا نم از این خونه میرم. زودتر من میخوری به دست و پات میفتم. برو. یه جهانی ما از بین بودم. همه چیزم رو فدا کردم و اومدم اینجا که از پسرم و یه دیوونم کتک بخورم. ولی کار به این سادگی رو تموم نمیشه. حالا میبینی وانمود میکنی منو دوست داری. منم نمیخوام خودم رو گول بزنم. تو از آفرم جز بدبختی برای من چیزی نباشی. حقش رو تو رو میکشم. سوتان برو گم شو از اینجا. برو گم شو. در حقیقت تو گولت رو گم میکنی چون طلاق دادن من یعنی از دست رفتن. نه نه عوض زندگی بینه تو پیدا میکنم. میکنینا. نه دختر جون، هرچی باشه من 4 بچه داشتم. میدونم بچه با چه کارهای لوس میشه با چه کارهای لوس نمیشه. برای من لذت بخش رضا روی زانون بشینه. من 4 نوه دارم اما هنوز اونا رو ندیدم و هیچ کدومشون رو نبوسیدم. اونا هم مثل پدر مادراشون نامهربونن. قبل از اینکه تو به خونه من بیایی 1000 بار آرزوی مرگ میکردم اما حالا دلم میخواد زنده بمونم. برای رضا، به خاطر رضا. هر روز صبح که از خواب پا میشم ذوق میکنم چون میدونم که بازم رضا رو میبینم. اینطور نیست دوست کوچیکوی من؟ ها؟ چی بود گرفتین رفتین. دیگه به من، به وجود من، به سلامت من، به احساسات و عواطف من اعتنایی نمی کنین. کجای دنیا دیده شده که بچه ها با پدر پیر و عریل خودشون اینجور رفتار کنن؟ من الان بیشتر به دلجویی احتیاج دارم. شما از ما توقعی هیچ جور محبت نباید داشته باشید. بعد از 6 اینو باید خوب میفهمیدید. مرگ من خیلی نزدیکه. شاید فردا، شاید امروز، شاید هم یه ساعت دیگه. اون وقت پشیمون میشین. ما خاطره مرگ مادرمون رو هیچ وقت فراموش نمیکنیم. شما باعث مرگ اون شدیم. من باعث مرگ اون شدم؟ من که هر کاری از دستم برمی اومد کردم. اون پیر شده بود. به همین جهت هم نتونست زیر عمل طاقت بیاره. ولی دکترها میگفتن بدون عمل مادرم سالها زنده میمونده. شاید. ولی چطوری؟ با درد و زجر و ناراحتی یا کمک مورفین؟ شما که اینجا نبودین ببینین من چی میکشم. و برای همینم بود که زودتر خودتو خلاص کردی. تو سند قتل اونو امضا کردی. تو با وجودی که میدونستی نمیتونی طاقت بیاره اونو فرستادی تو اتاق عمل. اینقدر بیرحم نباش دختر. من اگه این کارو کردم فقط به خاطر راحتی اون. ولی بهتر بود مریض باشی تو اینکه بمیره. تو اونو مخصوصا کشتی. تو نباید با پدرت اینطور صحبت کنی. تو چطور جرأت میکنی به خودت اجازه میدی که منو قاتل مادرت بدونی؟ اینا همه میدونن. واسه همینم هست که دیگه هیچ کس لای در این خونه رو وانی میکنه حتی حالتو بپرسه. برو گم شو. از چرا چشمم دور شو. تو خجالت نمیکشی با من اینطور حرف میزنی؟ این همه راه اومدی که اینا رو هم بگی؟ خواهش میکنم فکر قلبتونو بکنی. دکترها خیلی سفارش کردن که آروم باشی. خواهش اینو از خونه اینم بیرون کن. دیگه نمیخوام صورتشو ببینم. بیرونش کن بره. ممکنه یه دقیقه تشریف بیارین به اتاق من؟ تو بالاخره انتقام مادرمونو پس میدی. حالا کجا تشریف میبریم؟ بمونی؟ نه باید برم. من برای موندن نایمده بودم. ولی شما در مورد پدرتون اینطور قضاوت نکنید. به نظر بله
مثل اینکه شما حالتون خوب نیست. اجازه بدین دکتر رو خبر کنم. نه دخترم، لازم نیست. حالم خوبه. لطفاً وکیلمو خبر کن. بگو فوری بیاد اینجا. خودت هم باید باشی، با شناسنامه‌ات. می‌خواید چیکار کنی؟ هر چی دارم می‌فروشم به تو. یعنی در حقیقت می‌بخشم به تو. آخه نه، نمی‌خواد چیزی بگی. من خوب فکرامو کردم. نه به خاطر بگو مگو با فرشته. مدت هاست که تو این فکر هستم. اونا سهم خودشونو گرفتن. زیادترم گرفتن. آخه بعد از من تو باید بتونی رضا رو خوب تربیت کنی. این چند سالی که من توی این خونه کار میکنم هیچ وقت آقا رو به این سرحالی ندیده بودم. اصلا از وقتی شما اومدین وضع این خونه به کلی عوض شده. سنگابی که به تو دروغ نمیگه چرا غلط برو خیال راحت بشی. خیلی خب دیگه بس لفتش نده. وقتی تموم شد یعنی تموم شده دیگه. چشم چه خاطر جمعی بود گاز دو اینه دیگه هست که چش مورچه کنی قیمتی باشه. رزشون همینجا برش الان مادر میاد. اکی آتار فنارده آتار ژاپنیه رو برش رفتش نیکه. آقا ممکنه منو ببرین رشت؟ خانم این نفکش اوتوبوس کنی توی زرارک شلل خواله. راست میگم کو به کو نمیرسه آدم به آدم میرسه. تو کجا بودی دختر؟ خیلی شیک و پیک شدی. وضعشو نگاه، وضعتم خیلی روبرا شده. نکنه که نبوده فکر بد بکنی. من به تو قول دادم با شرف زندگی کنم. حالا بیا بریم خونه ما. اینجا نمیشه برات تعریف کنم. ولی آخه ماشینه چیکار کنم؟ باش بحث کردیم. لا 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 تعریف و ترتیب و کارو بده. من مسافر خورده پستم. تو داری نون قلبتو میخوری. خدا رو صد هزار مرتبه شکر. ولی حقش بود یه خبری به ما میدادی. همه جا رو واسه خاطر تو زیر پا گذاشتم. خب ببینم هنوزم تو فکرشی؟ آره. لابد همینطور نشستی که یه روز برگرده پیش شده. گوش کن حسن، میخوام یه خواهشی ازت بکنم. چی میخوای بگی؟ تو باید بری کمال آباد. اون چه که متعلق به بیژن بوده برا من بخری. مخصوصا اون کلبه کنار رودخونه رو. ای ناولا، نکنه میخوای حالا که پولدار شدی اینطوری ازش انتقام بگیری؟ آره نه حسن، اون کلبه و کمال آباد دیگه مال بیژن نیست. همش رو فروخته، زنش هم طلاق داده. با وجود همه اینا بازم حاضر نشد با تو کنار بیا. اصلا معلوم نیست کجا هست. بعد از اینکه دار و ندارش رو میفروشه دیگه کسی اونو نمیبینه. معلوم نیست زنده است یا... ولی من مطمئنم که یه روزی اونو میبینم. واسه همینه که دلم میخواد تو بری اون املاکو برا من بخری. خیالت راحت باشه، خودم ترتیبشون میدم. متشکرم هست از این. من بعد یه سری هم با آقای مهربان بزنی. اگه عمه خانم از من پرسید میتونی بگی با شوهرش رفته اروپا. گارم بیافتاد زمین. جدی میگی؟ دستاشو نگاه کن چه ظریفه، درست مثل دست زنا میمونه. با حق داره چون همه عمرش موف خورده. چه کاری از گدایی بهتر؟ چه تو همون چرا اینجا افتادی؟ مثل اینکه تب داره میشه. اه گلام خانومه وسیله خوبیه برای اینکه خانوم تیغ بزنی. خوب شو گفتی الان برمیگردم. خداحافظ شما. خداحافظ. یا
خانم کمک! بیچاره بود بدبخت شد کمک! چرا ننه من غریبه رو در بردی؟ چی شده؟ بیچاره شده یه کمکی بهش بکنی؟ گداهه کی؟ بیچاره تب داره، داره مثل بید میلبزه. بازم چه نقشه ای داری غلام؟ والا نقشینی دلم براش میسوزه. 30-40 تومن بدیم واسش آسپرین بخرم. خب اگه دلت میسوزه برش داره ببر تو اتاق خودت، خرجش با من، پرستاریش با تو. نه خانم نه، این کارا لازم نی. همین که 30-40 تومن بدیم من یه آسپرین براش بخرم بسشه. پس برو بیارش اینجا، خودم یه پولی بهش میدم. نه خانم این کار در شأن شما نی. آخه میدونین اون مریضه، تب داره، بهتره همون بیارمش تو خونه ازش پرستاری کنم، خرجش هم که شما میدی. چی شو؟ تیغو کار گذاشتی یا نه؟ خانم تازگی ها زرنگ شده، اما من از اون زرنگ ترم. حالا که اینطور شد اینقدر واسهش خرج میتراشم که از این نمد یک کلایی هم واسه سر ما زیاد بیاد. یا حالا بلندش کن بینم. بلندش کن! حالت خیلی بد بود، الحمدلله به خیر گذشت. از تو متشکرم که به من کمک کردی. در اصل بعد از خانوم تشکر کنی برادر، من خودم هم به کمک احتیاج دارم. درسته، ولی با وجود این باید از تو ممنون باشم که تو این موقعیت از من پذیرایی کردی. ایشالا یه وقتی بتونم تلافی کنم. اما خودمونی، حالا که ترتمیز شدی، معقول یه ریختی پیدا کردی. این چند روزه من خیلی تو نخه تو رفتم. به نظرم یه وقتی آدم حسابی بودی. درسته، من یه روزی به قول تو واسه خودم آدمی بود، خونه و زندگی داشتم، نوکر و کلفت و پیش من داشتم. ببینم بچه تو شد چکه بدبختی خورد تو گوشت ورشیشه هست شدی؟ مثل اینکه خانوم بندر احزار فر بودن، هر وقت این زنگ صدا کنه با من کار داره، جلدی بر میگردم. تو مال من مامانم واسم خریده. اسم تو چی؟ رضا. تو چی هستی؟ من مهمون داشقلام هستم. تو چند تا توپ داری؟ 4 توپ بزرگ دارم. تیاره دلم، تشتی هم دلم، مامانم برام خریده. حیف که من توپ ندارم. بچه نیستی؟ میایی تو بازی کنی؟ بله. بابا کجایی؟ مامانت ناراحته؟ یه ساعتی دارم دنبالت میگردم. یه ساعت؟ مگه مامانت نگفته بود این برا نیاد؟ بی خودی ستی تو اینجوری نتون، ازت نمیترسم. و بودو برو ببین چی کارت داره. دی خودت چی اومدم توپمو وردارم. خیلی خوب، حالا که ورداشتی بزن به چاک. من بازم فردا میام اینجا. باشه. ازش نت از گلاب فقط دو میگیره. لالا چی شده بس محبتت گل کرده؟ چه نقشه ایده؟ من امروز میخوام برم پلون آقاهه. کدوم آقاهه عزیزی داره؟ میمونه داشت گلم دیگه، همه که دیرست باش تو بایست خردم. خیلی خب برو، اما زود برگردی و میخوایم برم سینما. مرسی مامان جون. برو. خیالت راحت باشه، اگه با امید خدا تونستم دوباره زندگیمو رو براه کنم، میام سراغت. اون وقت منی چی کاری خودت میکنی؟ حالا نمیدونم، حالا که من اینجا پیشتون نشستم و هشتم هم گرای نو همه. میام چطوره منو وزیر دست چپت بکنی؟ باشه. دست کنم، باز که از تنبلی سرو بردی به حرف بلنی سو تار چون. بچه مگه تو حرف سرت نمیشه؟ بازم که اومدی اینجا؟ ازت نمیترسم. 100 دفعه باید بگم مامان دستور داده که این طرفا نیای. از مامان اجازه گرفتم. کارش نداشته باش، بذار ببینم. تو که نمیدونی خانم دعوا مرافعشو با من میکنه. مامان خودش سینی داد بیارم واسه دوستم، یه روزشم به تو نمیدم. دل بسوزه. ببینی تو یه روزه دوستش شدی، برا چیری هم آورده. گفتم که از مامان اجازه گرفتم. وای به حالت اگه دروغ گفته باشی. الان میرم از مامانت میپرسم. بله، من اجازه دادم. خب چطور شد به این زودی با این مرد دوست شد؟ هرکی بچه بشه و با رضا بازی کنه دوستش میشه. تو که گفتی حالش خوب نیست، بچه هم روز دیگه هم بمونه. پس چطور داره با بچه بازی میکنه؟ ای خانوم، چه بازی؟ آدم دم مرگم که باشه میدونه خودش یه تکون بده. چه جور آدمیه؟ کثیف نباشه،
بهش سفارش کن بچه رو بغل نکنه، یه وقت نبوس. نه خانوم، مثل گداها کثیف و پاره پوره نی، لباساشم دادم شستن. بسم یه چیزایی گفت مثل اینکه یه روزی آدم حسابی بوده. خیلی خوب، حالا دیگه برو بفرستش اینجا، میخوایم با هم دیگه بریم سینما. چشم. اون وقت دختره گفت نه تو شاهزادی و نه من دختر شاه پریام. بعدش به پسر سفارش زغالختره کرد رفت. زغالخته چیه؟ همون بابای سیاهه دیگه. آخه دختره اسمشو گذاشته بود زغالخته. باشه رضا، مامان کارت داره، بودو میخواد ببرد سیم نما. باقیشو فردا بسم به تو. خب خیلی خوب. خیلی ملوسه. تو هم عجب حوصله ای داری. مگه چی شده؟ هیچی، اگه بخوای اینطوری روش بدی اینقدر سوال پیچت میکنه تا مخت بترکه. بچه با نمکی. آره، با وجود همه اینا منم خیلی دوستش دارم. نمیدونی خانم جونش واسه رضا در میره. باباش کجاست؟ مگه خانم شوهر نداره؟ والا راستش این یکیو نمیدونم، چون وقتی خانم اومد اینجا خودش بوده این بچه. 3-4 سال پیشو میگم. خانم بود رفت؟ آره، من کارش داشتیم. میخواستم ازش تشکر کنم. خب باشه بعد، حالا چه عجله ای داری؟ آخه من دیگه باید برم، از موندن اینجا که چیزی آیدم نمیشه. کجا میخوا بری؟ من به خانم گفتم تو باید 2-3 روز دیگه هم پیش ما بمونی تا کاملا خوب بشی. متشکرم، واقعا که خانم مهربونی داری. اون وقتیست دختر دفتیست چه ببریه رو قایمش دار. ببریه سیاه سیاه بودش، دختره بهش میدفت زغالخته. چی گفتی مادرشو؟ یه دور دیگه که اینا رو برای تعریف کردی؟ همون آقایه دیده. کدوم آقایه؟ بگو مادرشو، بگو قربونت برم. اون آقایه تو مهمون دست قلام بوده. قرص باشه مادر. بابا یه چند رو دیگه میموندی، تو که جا و مکانی نداری، برای چه فرقی میکنی؟ درسته، ولی باید برم یه نفر رو ببینم، شاید بتونه یه کمکی به هم بکنه. قومقیشی که اون وقتا که وضعم خوب بود، هم خودم هم پدرم خیلی بهش کمک کردی. حالا نوبت اونه که ترافی کنه. مطمئنم که دست رد به سینم نمیذاره. آخرش که چی؟ بالاخره باید یه فکری واسه خودت بکنی. اگه دارم تلاش میکنم به خاطر خودم نیست، با این وضع مردن بهتره، ولی دلم میخواد زنده ببینم، شاید گم شده همو پیدا کنم. انشاءالله که به مراد دلت برسی. خب خدافظ. باور کن محبت های تو را هیچ وقت فراموش نکنم. قربون تو، ما که کاری نکردی. خدافظ. خدافظ. جوونه که بیچاره، امیدوارم به حد 5 تن به مراد دلش برسی. حالا بریم به کارمون برسیم که باز این بچه بروجک نیاد بگه چی رو کار نکرد. یک دم نشد که بیتر خر زندگی کنی. بس بابا بوک نزن، اومدن بفرمون. خودم روی کارتا خودم داری. چشم بذاریم در ببندم الان. مرد بیژن کجاست؟ بیژن دیگه کیه؟ همون مرده، همون گداهه، همون که مریض بود دیگه. چه میدونم؟ مولی چیزی میخوایم بهش بدیم بهتره بگیم. مرد سرگی نخون، گفتم صداش کن بیاد اینجا. خانم جون حواستون کجاست؟ پیش پای شما خداحافظی کرد و رفت. بیشور میمردی زودتر حرف بزنی؟ آخه شما که اجازه نه. اینقدر حرف بزن برو دنبالش که برو دیگه. بیژن خان، چه عجب از این طرف ها. چطور شد که یادی از ما کردی؟ نکنه را گم کردی ها؟ والا راستش اومدم احوالتون رو بپرسم، مگه اشکالی داره؟ نه خیلی کار خوبی کردی، اتفاقا مدتی بود که دنبالت میگشتم. آخه من اینجا نبودم، منظورم اینه که ایران نبودم، رفته بودم اروپا. شنفتم که ملک املاکتون رو فروختیم. خدا رحمت کنه پدرتون، خیلی خیلی به کمال آباد علاقه داشت. من مدتیه که دنبال یه آدم مطمئن نمیگردم برای سرپرستی کارخونه چوب‌بری. تو حاضر این کار قبول کنی بیشن؟ مدیریت کارخونه چوب‌بری؟ بله. در شما؟ درسته،
البته تو باید همونجا زندگی بکنی. فعلا خونت کجاست؟ من تو هتل هستم. به هر حال اگه موافق باشی میتونی هر چی زودتر حرکت کنی. اسمی چلا پیش داره. اصلا زندگی اوتوین وردار نیست. از با تو. یه رو آدم و پایین پایین هاست که یه های دست غیبی میندازتش تو آسانسور روزگار رو میفرستدشون بالا بالا ها. سلام علیکم. سلام. سلام خانم. سلام روح الله خان. منو ببخشی. من به شما خیلی بد کردم. تو که کاری نکردی روح الله خان. تو مجبور بودی طرف بیژن رو بگیری. بگی بشی. چرا خانم؟ منم به سهم خودم مقصرم. هر دومون بد کردیم. برای همینم هست که داریم تقاس. گذشت ها گذشته. روح الله خان برای خریده املاک خیلی به من کمک کرد. مخصوصا شو فهمید برای شماست. خیلی دلش میخواد شما رو ببینه. خب ببینم واسه چی تو با عجله فرستادی دنبال ما؟ نکنه از خرید املاک منصرف شدی ها؟ من بدبختترین آدم روی زمین هستم. باز چی شده؟ بیژن اینجا بود. چه بهتر؟ خب پس دیگه اشکالات کار برطرف شده. یه هفته اینجا بود تو همین خونه تو اتاق غلام، ولی من خبر نداشتم. وقتی خبردار شدم که از اینجا رفته بود. برای همینی که میگم بدبختم. خودتونو ناراحت نکنین. راستش من اصلا امید نداشتم که بیژن خان زنده باشه. حالا که فهمیدم زنده است به هر ترتیبی که شده پیداش میکنم. راست میگه. این که دیگه قصه خوردن نداره. ما دوتا تمام ترمون زیر پا میزنیم تا گیرش بیاریم. ببینم خانم، گفتیم پیش غلام بوده. این غلام کیه؟ باغبونه. اتاقش هم همونجاست ته باغ. بله، فرمایشی بود. ببینم آقالو، این آدمی که پیش تو بود نگو کجا میره؟ والا از همه چی گفت، از پولدار بودنش، از ملک و املاک داشتنش، از نوکر و کلفت و پیشکار و مباشر. بس داری یه چقدر حرف میزنی؟ جون بکنگه یک کلمه رو کجا رفت دیگه؟ والا به من چیزی نگو. خب فکر کن، این موضوع خیلی مهمه. خانم خیلی دلش میخواد اونو ببینه. گوش کن آقالو، اگه مخ پوکتو به کار بندازی یعنی اون خوب پیش آجید داری. والا مخ ما دیگه از کار افتاد. دهن دلش بزن جون بکن. به کار افتاد. میگم میخوام برم پیش یک کسی به اسم. اسم چی؟ اسمش چی بود؟ از اسمش حرفی نزد، ولی میگم میرم پیش یک کسی که دست رد به سینم نمیذاره. میگفت اون وقتا که من پول دار بودم بهش خیلی کمک کردم، یعنی مثل اینکه باش طرف معامله بوده. تو دست خوش نشونید خیلی سر راسته. من حد میزنم کجا رفته. بریم تا دیر نشده. بله بیژن یه هفته پیش اینجا بود. خب حالا کجاست؟ میتونم اونو ببینم؟ آه حوصله کن. وقتی که اومد اینجا فهمیدم به کمک احتیاج داره. نگذاشتم غرورش از بین بره. کار خوبی کردی ولی جواب منو ندادی. حوصله کن. بهش پیشنهاد کار کردم. تو کارخونه چوب بری. اونم قبول کرد. آه پس رفته شما. آره. کارخونه چوب بری. درسته. آه تا آدم با معرفتی هستی. خیلی ممنونم. خب چی شد؟ پیداش کردم. حالا کجاست جاش؟ رفته شما توی کارخونه کار میکنه. من جاشو بلدم. ها بعد یه کار تمومه. بپر بریم بالا. ممکنه باز مورد قفس بپره. سب کن من یه نقشه دارم. بریم تا بعد بگم. بیا بگو.